همراهان عزیز و گرامی، دوباره خوش آمده این ادامه برنامه هست و جناب آقای حسیب الله ردوانی، یکی از روشندلان موفق، پرتلاش و فردی همیشه کامیاب و موفق در تمام عرصه ها و بخش هایی که قدم گذاشته، میخواییم درباره فعالیت ها، برنامه ها و کارکرد هایی که جناب آقای ردوانی دارن، اهداف، پلان ها و برنامه هایی که دارن و اینکه در مسیر زندگی چه کسی بیشتر با اونا همراه بوده، چه کسی اونا رو تشویق کرده، مشوق از اونا بوده، راهنمایی از اونا بوده و صحبت هایشان رو در ادامه میشنویم. خیلی خوش آمدین، وقت شما بخیر ردوانی صاحب. حقیقت ظاهر از سیمای قرآن، حقیقت ظاهر از سیمای قرآن، پر از لؤلؤ بود دریای قرآن. به سبحان الذي اسراه نظر کن، به سبحان الذي اسراه نظر کن که مجنونت کند لیلای قرآن، که مجنونت کند لیلای قرآن. عرض سلام و ادب و احترام و درود بی پایان و فراوان حضور منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض ادب و حرمت و احترام همراه با سلام و ادب و روز بخیری محضر نیکزاد صیب عزیز، همکار تکنیک و تمام عزیزان و همراهانی که از طریق دریچه شبکه هدفمند تلویزیون اصلاح ما را بیننده هستند. امید که عصر خوب و خوش آغاز کرده باشین و بقیه شب و روزهای زندگی بر شما خوش بگذره. سپاسگزاریم، بسیار خوش آمدین ردوانی صیب. میخواییم که از خود بگین این روزها چگونه سپری میشه؟ ممنون، شما سلامت باشین. در شب روزهای تقریبا میشه گفت نیمه سرد، چون فصل خزان هست و بله، به طور کامل هنوز زمستان زیبا فراه نرسیده و فر رسیدن زمستان و بقیه روزهای زندگی را انشاءالله که بر شما تبریک میگم و به خوبی و خوشی سپری میشه. زنده باشه. در این روزها مصروف امتحان هستین و امتحانات و مکتب شروع هست و به همین ملوال زندگی درگذره است. بسیار عالی. چند مضمون در امتحان دادین تا فعلا ردوانی صاحب؟ سلامت باشین. از روز شنبه یعنی که امتحان شروع شد تا فعلا سه مضمون رو به توفیق الله مهربان امتحان دادین و به خوبی سپری شد. یک روز در میان امتحان های شما یا نه همه روزه؟ نه، پی در پی همه روزه امتحان داره. بسیار خب، کدام مضمون با سختره در بین این روزا یا هم در روزای آینده کدام مضمون سختره در پیش داریم؟ دیگه سخت که در مجموع تمام مضامین آسان هست، ولی اگر کسی که نتوانه که مطالعه بکنه یا توانای مطالعه کردن نداشته باشه، حتی مضمون ریاضی برای سخت معلوم میشه. در حقیقت تمام مضامین آسان هست، بخصوص مضمون قرآن کریم که یک مضمون خیلی جذاب و نابی هست. دیگه فقط باز هم به خاطر از اینکه احتیاط لازمه سر مضمون میراث، که من که چون امسال جدید وارد از مضمون شدین، یک ماهی سخت‌تر میشه. طبعا بخوایم نخوایم، شما نکته بسیار خوبی اشاره کردین، مضامین و در کل تمام مراحل و پروسه زندگی طوریه که اگر فرد تلاش نکنه، زحمت نکشه و نباید نتیجه خوبی را انتظار داشته باشه، نباید توقع داشته باشه که حتما در او کاری که نه زحمت کشیدن نه وقت گذاشته نه تلاش کرده موفق باشه. و همچنان بحث امتحانا هم دیگه همین گونه است. بله دقیقا. چقدر راضی بودین خود شما از تلاشایی که دارین؟ آیا نظر به امتحاناتی که تا فعلا دادین تلاش شما نتیجه بخش بوده؟ دقیقا. چون خود مطالعه یک چیزی هست که انسان سرگرم نگاه میکنه، مشغول میشه. وقتی با مطالعه رجوع میکنه، انسان از تمام کارهای روزمره به اصطلاح به همون ساعتی که مخصوص مطالعه وقت داده، به اصطلاح مجبور میشه که متوقف بکنه دیگه، مصروفیتاش که داره. بعد خیلی خوشایند هست مخصوصا مطالعه کردن مضامین علوم دینی و به اصطلاح بحث مکتب، به خصوص در این شب و روزها، چون خیلی زندگی به همین مدت سختی های کمکانی رو در هر حالتی به اصطلاح سپری شد. بله. چه کسی بیشتر در مسیر کارها، در بالاخره تمام ابعاد زندگی بیشتر همراه شما بوده؟ احساس کردین که این فرد واقعا یک پشتیبانه قوی از لحاظ معنوی برای شما هست؟
ممنون شما، سلامت باشین. در مسیر در راستای تعلیم و تعلم، پدر جان مهربانم که از اینجا جا داره که سلام و ویژه خدمتشان تقدیم بکنم و دست بوسشان همیشه هستم، پدر جان و مادر جان مهربانم و مشوق اصلی من در راستای تعلیم و تعلم و آموختن و آموزندن تعلیم و تعلم برای ابتدا بر خود و برای مردم و امنه و خود و سایر افراد، پدر جانم بیشتر تشویق کردن که من به تعلیم و تعلم رو بیارم تا یک چیزی رو بیاموزم و انشالله به نسل آینده خدمت بتانم، مثل خدمت به جامعه اسلامی علال خصوص و علال ویژه بر فامیل محترم خود و بر خود باشم. دقیقا، از هر فردی که در زندگی به یک جایگاه به یک موفقیت رسیده، آقای ردوانی اگر وقتی سوال میکنیم که چه کسی مشابه شما بوده، اولین نکته میگه پدر و مادر. چقدر پدر و مادر دوست دارن که فرزندای از اونا پیشرفت کنه، فرزندای از اونا به اهداف والا برسه، فرزندای از اونا به قله های بلند موفقیت برسه. درسته جناب ردوانی؟ دقیقاً. و ما چون باید قدر خود... اونا رو بدانیم. بله. چون میوه کمیاب و گوهر نایاب همانا در زندگی هر انسان والدین گرامی باشه. تمام دنیا انسان میتونه به زحمات تلاش به دست بیاره، ولی اگر پدر و مادر از دست انسان رفت دوباره نمیتونه به دست بیاره. پس چه خوب است که مدتی که با والدین هستین قدر بودن آنها را بدانین. انشاءالله که سایه والدین الله متعال بر سر من و شما و تمام امت اسلام نگاه بکنه. الهی آمین. شکر. و ما را توفیق خدمت به والدین گرامی ما. انشاءالله. الهی آمین. ردوانی صاحب، بعد از ختم امتحانات چی برنامه ها چی پروگرام های روی دست دارین؟ آیا قراره که به استراحت تیر بکنین روزهای رخصتیر یا خیر؟ ممنون شما، سلامت باشین. انشالله بعد از ختم امتحان وظیفه‌ای که قبلا داشتم، یک وظیفه که جهت هم سرگرمی میشه گفت و هم به اصطلاح برای رفع نیاز زندگی از لحاظ اقتصادی، وظیفه کتاب فروشی قبلا داشتم، انشالله او را هم پلان دارم که آغاز بکنم و در کنار از او دیگه بحثی در زمستان، بخصوص چون رخصتی طویل و طولانی هست، بحث کامپیوتر و همچنان برای قرآن کریم هم انشالله که وقت کوشش میکنم بگذارم که یک تایم انشالله ایجاد بکنم. بسیار عالی. یعنی پس کوشش میکنیم کلن برنامه ها، کارها و برنامه های زندگی شما در این روزهای رخصتی مدیریت شده باشه. بله. باز بعضی از دوستا بزی فکرن که میگن هر چه باد آباد دیگه، هر چه خواست خدا باشه. دیگه اگر راست پرسان بکنید، دوست داشتم این قسمت یک نکته اشاره بکنم که تنوعیم در برنامه ایجاد بشه. درسته که میگن هر چی خواست خدا باشه، بعضی از عیزه از استعدادی که دارن استفاده نمیکنن، میگن الله به اصطلاح به فلانی لایق دیده بود که بداد، نصیب من نبود، در حالی که هر انسان دارای استعدادهای ناب و خاص هست، به شرط اون که بتونن استفاده بکنن. راه استفاده کردن و طریق استفاده کردن از استعداد در انسان مد نظر داشته باشه. خداوند متعال عقل و هوش بر همه ما داده و باید ما بیشتر از استراحت کرده وقت خود به مصروفیت در راستای تعلیم و تعلم و کارهای روزمره انشالله بیشتر کوشش بکنیم که یک قسمت در زندگی، یک به اصطلاح قسمت ایجاد بکنین در زندگی خود، که حتی ما امو ساعت که استراحت میکنین به این فکر و عقیده استراحت بکنین که بعد از بیدار شدن چه کاری باید انجام بدین. دقیقاً. و این گونه هست که یک فرد از زندگی خود لذت میبره و واقعا وقتی نتیجه ای زحماتر میبینه، نتیجه ای برنامه ریزیار میبینه، او وقته که میگه ای کاش می زودتر ای کار را آغاز میکردم، ای کاش زودتر مدیریت شده کار میکردم. بله دقیقاً. سپاسگزاریم، واقعا لذت بردیم از صحبت‌های بسیار زیبای شما، مستفید شدیم، استفاده کردیم، خوشحال شدم. انشاءالله که به تمام آرزوها و اهداف بلانهایی که در زندگی دارین دست بیابین و همیشه وقت کامگار و موفق باشین. اگر کدام حرف و صحبت باقی مانده باشه، پیام و گفتنی داشته باشین، از شما میشنویم. سلامت باشین. الله متعال لذت دارین نصیب شما بکنین. عزت سیب عزیز، من فکر نمی‌کنم که امروز ما در این برنامه مهمان بوده باشم، چون خیلی بودن باشم و برای من لذت بخش بود و یک برنامه خیلی عالی و روز عالی
ای که در کنار شما بودین برای مسافری شد. گفتنی ها زیاد هست و فرصتی به اصطلاح مشاهده نمیشه که انسان بتونه تمام اما گفته هایی که در دل داره یا درد دل خوده بیان بکنه. من چند نکته به اصطلاح بیان میکنم و نکته اول پیامم برای هموطنان عزیز ما هست در هر کجایی از وطن که قرار دارن اتحاد و اتفاق خود کوشش بکنن که حفظ بکنن، همدیگر پذیر باشن، با یکدیگر مهربان باشن. نکته دوم پیامم برای بحث کسایی هستن که اونا رهبریت مدارس دینی رو به عهده دارن، علمای عزیز ما هستن، برای هر گونه از افرادی که میبینن اونا در راستای حفظ قرآن کریم و سایر کتاب های دینی علاقمندی دارن، کوشش بکنن که مدرسه به اختیار از اونا قرار بدن. برای ما و همین دفتری که داریم بیشتر مکتوب صادر میشه که مدارس مراجعه میکنن اونها، بعد به اصطلاح میگن که برای افراد معلول و افرادی که دارای معلولیت و معیوبیت هستن به اونها ما جای نداره. از دولت عزیز اسلامی ما ابتدا خواهش ما هست که یک پروسه تأمین بکنن انشاءالله که در این قسمت یک فعالیتی داشته باشن تا اینکه مدارس دینی در فصل سرما به اصطلاح فصل زمستان انشاءالله بیشتر فعال باشه. دیگه گفتنی ها زیاد هست در حق عزیزان ما که در فلسطین هستن، خواهران و برادران ما دعای خیر همیشه داشته باشین. تعجب در این قسمت نکته هست که باید بیان بکنم، نیمه های شب چون شب ها فعلا بلند هست، یک قسمت برای عبادت کوشش بکنین که ما شما اختصاص بدین. دعا در حق هم دیگر داشته باشین. دیگه گفتنی دیگه ندارم، انشاءالله که شب و روز زندگی بر وفق و مراد شما باشه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سپاسگزاریم جناب آقای رضوانی و تشکر از شما همراهان عزیز و گرامی. در ادامه برنامه اسراری وا با ما همراه باشید.